سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب کریپتو پارسی. من علیرضا و امروز قرار اول در مورد شرایط فاندامنتال بیت کوین و تحلیل آنچینش ذره صحبت کنیم، بعد میریم سراغ آلت کوین و یکی دو تا آلت کوین رو هم بررسی میکنیم و آخر سر هم چند تا ارز دیجیتال بهتون معرفی میکنم که احتمال ایردراپشون تو هفته ها و ماه های آینده زیاده. پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب بدین ویدیو با من همراه باشین. اگه در جریان اخبار ارزهای دیجیتال بیت کوین باشین، میدونین که شرکت بلک راک، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه دنیا، چند وقت پیش درخواست ETF بیت کوین رو ثبت کرده که حالا منتظره که تایید بشه و احتمالاً اگه تایید بشه رو قیمت بیت کوین تاثیر زیادی میذاره. اما این تمام کار نبود. یه گزارش منتشر کرد شرکت بلک راک که واقعاً فک همه هوادارای ارزهای دیجیتال و بلخص بیت کوین، البته مخصوصا بیت کوین، رو چسبوند به کف زمین. اما این گزارش چی بود؟ این گزارش تو این گزارش اومده که اون رویه قبلی که شاید همیشه پیشنهاد می‌شده به مردم که سرمایه گذاری بکنن این بوده که آقا 60-40 داراییتون رو توی بازار سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری بکنید. این یه نصیحتی بوده که مثلا 40 سال 50 سال هر کی به یه سنی می‌رسید می‌گفتم اینجوری کن. اما تو این تحقیقی که بلک راک انجام داده و گزارشی که منتشر کرده گفته که الان شرایط بهینه برای سرمایه گذاری اینی که 84.9% از داراییتون رو به بیت کوین اختصاص بدین و اون 15% که میمونه رو بعد اون رو 60-40 به سهام و اوراق قرضه اختصاص بدین. با وجود اینکه گفته که قیمت بیت کوین ممکنه نوسان داشته باشه نسبت به این دوتا ارز، نوسان بیشتری داشته باشه، اما در نهایت این استراتژی و این سبک سرمایه‌گذاری میتونه در بلند مدت نتیجه بهتری بده. ایشون و خیلی های دیگه مثلا شاید 5 سال پیش با بیت کوین به شدت مخالف بودن، اما اتفاقی که افتاده اینه که یه زمانی که ایشون حتی 1% هم حاضر نبود دارایی‌شو به بیت کوین اختصاص بده، الان مثلا میخواد 84% به بیت کوین اختصاص بده که این کسی که مدیریت دارایی، بیشترین دارایی کل جهانو داره مدیریت میکنه، اینکه طرفدار بیت کوین باشه و بخواد به سمت بیت کوین بیاد، خب طبیعتاً باعث خوشحالیه. و واقعا به نظر منم اینجوریه، ارزهای دیجیتال داشتن و بالاخص بیت کوین داشتن یه ریسک بود، یعنی واقعا طرف بعد ریسک بزرگی می‌کرد این کار انجام میداد. ولی الان اگر واقعا اون بیسیک اولیه رو بلد باشه، کیف پولا نمیدونم گم نکنه، کلیدهای عمومیشو اینجور داستان، کلید خصوصیشو اینجور داستانا رو گم نکنه، الان نداشتن بیت کوین ریسک بزرگتری داره تا داشتنش. یعنی شما 10% از کل دارید بیت کوین باشه یا 20% از کل دارید بیت کوین باشه، بیت کوین اگه تا 150,000 دلار رشد کنه یعنی چیزی حدود 5 برابر، یعنی این 20% که گذاشته میشه اندازه 100% از کل دارید. ولی در نهایت اگر این دارایی بپره کلا میشه 0. با این حال احتمال 5 برابر شدن قیمت بیت کوین خیلی بیشتر از احتمال 0 شدن قیمتشه. RFK یا رابرت اف کندی، برادرزاده جان اف کندی که رئیس جمهور آمریکا بود، ایشون هم دوباره کاندید شده برای ریاست جمهوری. بجز این که تو کنفرانس بیت کوین شرکت کرد، هر چند وقت یه بار داره راجع به بیت کوین حرفای میزنه که واقعا هواداری بیت کوین کم کم دارن عاشقش میشن. حالا من که خودم خیلی نمیشناختمش، ولی وقتی دو سه تا از مصاحبه‌هاشو دیدم به نظرم میرسه که راجع به اقتصاد و راجع به بیت کوین خوب میدونه و خوب بلده. حالا شاید هم خودش 100% همه اینا رو ندونه، ولی به هر حال مشاورینش انقدر کار بلد و واردن که کاملا بیت کوین رو درک کردن و کاملا میدونن که باید چیکار کنن. خیلی داره محبوبیتش توی آمریکا زیاد میشه و هوادار سرسخت میشه گفت بیت کوینه، که چند روز پیشم اعلام کرد که از اونجایی که 7 بچه داره میخواد برای اینکه نشون بده واقعا به بیت کوین اعتقاد داره، برای بچه‌هاش هر کدوم 2 تا بیت کوین بخره، یعنی 14 تا بیت کوین خریده برای بچه‌هاش که به عنوان دارایی نگه دارن. حتی اگه ویدیوی قبلی هم دیده باشین گفته بود که توی یه برهه‌ای گفته بود که میخوام پول دلار آمریکا رو یه بخشش و پشتوانش رو بیت کوین بذارم، که واقعا اگر انتخاب بشه و با این رشد محبوبیتش که امیدوارم واقعا بشه، ممکنه خیلی چیزا برای بیت کوین رو عوض بشه. خب بریم سراغ لیختنشتاین، شهری که چسبیده به سوئیس، البته شهر کوچیکه و خوشگله. مسئولین این شهر هم گفتن که اگه شرایط بهتر بشه حتی ممکنه به این فکر کنن که ذخیره ملیشون، که حالا هر کشور معمولا طلا داره دیگه، ذخیره ملیشون رو بخشش رو به بیت کوین اختصاص بدن، که البته تو این کشور الان خیلی از فروشگاه ها و مغازه ها اینا میتونن با بیت کوین خرید فروششون انجام بدن. یک سیاستمدار دیگه، اونم از ژاپن، نخست وزیر ژاپن البته، گفته که دولت ژاپن و کشور ژاپن داره تلاش میکنه که یه بستر مناسبی برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال و البته وب 3 و متاورس بسازه.
اما دیشب تقریبا ساعت 8 و 9 شب بود که آقای جرم پاول نرخ بهره آمریکا رو تا 25 بی پی اس یا 25 بیسس پوینت اضافه کرد بعد از اینکه ماه قبلی ثابت بود. به هر حال این کارشون رو ادامه میدن تا دوباره یه بانک دیگه ورشکسته بشه، نرخ بیکاری بیشتر بشه، تا یه مشکلی تو اقتصاد به وجود بیاد، بعد دیگه استاپ میکنن و این مقدار رو کم میکنن. اما با این کاری که کرده نرخ بهره به حدود 5.5% رسیده و این نرخ بهره توی 22 سال گذشته، یعنی تا سال 2000 تقریبا تا سال 2000 بی سابقه بوده. و اینکه یه نکته دیگه هم که هست اینه که معمولا هر وقت که نرخ بهره رو تا یه حد زیادی بالا بردن بعدش یه ریسیشن یا بحران اقتصادی میشه گفت اتفاق افتاده. حالا البته که تو این یکی دو ماه با کمتر شدن جی دی پی آمریکا میشه گفت یه بحران اقتصادی، تقریبا یه نیمچه بحران اقتصادی داشته، ولی به هر حال بازم ممکنه آمریکا و بقیه کشورها مشکلات خیلی بزرگتری رو هم تجربه کنن که حالا بعد ببینیم چی میشه. ولی به هر حال چیزی که جالبه اینه که مثلا اگر چند ماه پیش نرخ بهره رو اینو زیاد میکردن همه بازارا میریخت، خب حتی بیت کوین، ارزهای دیجیتال، سهام، کلا همشون میریختن. ولی الان این بازاره یه جورای دیگه انگار مقاوم شدن و مخصوصا بیت کوین. بیت کوین هیچ تغییری نکرد، بقیه ارزهای دیجیتال هم همینطور. و این یه چیزی رو نشون میده، مثلا وقتی تو بازار نزولی خبرای بد دیگه اونقدر شوکی به بازار وارد نمیکنن، یا تو بازار سعودی خبرای خوب یا خیلی مثبت نمیتونن قیمت رو ببرن بالا، معمولا نشونه اینه که جهت بازار داره تغییر میکنه. منم فکر میکنم که احتمال اینکه بازار حالا سعودی باشه، رشد داشته باشه از الان به بعد، حالا تو چند ماه آینده، خیلی بیشتر از اینه که نزولی باشه. اما با همه این اتفاقا که حالا نرخ بهره رو بالا بردن، این مشکلات، یکی از اکانت های توییتر گفته که هج فاندا به شدت مشغول شورت کردن دلارن و پیش بینی میکنن که ارزش دلار کم بشه. حالا اما تو دنیای ارزهای دیجیتال چه خبره؟ قیمت بیت کوین رو که میبینید اینجا با رنگ مشکی نشون داده، الان تو هول و هوش 29000 دلاره. کسایی که بیت کوینشون رو کمتر از یک سال، یعنی هولدرهای کوتاه مدتن، نشون میده که تو این مدت بیشتر فروختن و دیگه مثلا هولد نکردن، 6 ماه داشته فروخته. اما کسایی که بیشتر از یک ساله بیت کوینشون رو تو کیف پولشون دارن، همینجوری که میبینیم با این خط آبی نشون داده که این، یعنی اونایی که بیت کوین رو فهمیدن و درک کردن و برای طولانی مدت دارن، مدام دارن به سبد بیت کوینشون اضافه میکنن. و راجع به هاوینگ هم بهتون بگم، احتمالاً میدونین نصف شدن پاداش بلاک، که این اتفاق معمولا تو تمام دوره‌های گذشته باعث افزایش قیمت بیت کوین شده. الان 277 روز مونده تا هاوینگ اتفاق بیفته. الان اینجاییم، هاوینگ اینجا اتفاق میفته. این خط صورتی که می‌بینید، فاصله ما تا هاوینگی که حدود 277 روزه. این دفعات پیشیه که این اتفاق برای هاوینگ افتاده. این دوره قبل، یعنی حدود تقریبا حالا بگیم 3 سال 4 سال پیش که با رنگ نارنجی نشون داده، نارنجی یا زرده، نمیدونم، زرد یواشه چیه، خلاصه همینجوری که میبینین از تقریبا همون محدودهی که ما بودیم، از اون موقع بعد یه راست رشد کرده، بجز زمانی که چی، سین همون کوید 19 اتفاق افتاد که تو اون تمام بازارا کرش کردن. ولی خب بیت کوین همین اتفاق براش افتاد که شاید اصلا اگر این اتفاق نبود، شاید بیت کوین قیمتش هیچ فرقی کم نمیشد و همینجوری مثلا شاید بدون نوسان میموند. توی 8 سال گذشته هم همین اتفاق افتاده. تو 8 سال گذشته هم که با این خط نارنگی روشن دارین میبینین، اونم بعد از هاوینگ بیت کوین دوباره قیمت بیت کوین زیاد شده. حالا امیدوارم که این دفعه هم همین اتفاق بیفته و بعد ببینیم که چی میشه. یه نمودار دیگه هم که هست و خیلی جالبه، به نظرم بد نیست که با هم ببینیم، این نمودار قرمز کل دارایی‌های مثلا بازار سهام و همه چیه آمریکا رو داره حساب میکنه. بعد پایینیش بدهیه که دولت آمریکا داره، نزدیک 31 تریلیون دلار. پایینیش مارکت کپ طلا، یعنی کل طلاهای دنیا الان معادل 14.5 تریلیون دلار ارزش دارن. خب اما مارکت کپ بیت کوین نگاه کنین، الان نزدیک حالا بگو 600 میلیارد دلار مارکت کپ بیت کوین، یعنی پولی که تو بیت کوین وجود داره. حالا چرا بلک راک به اون عظمت نمیاد بگه که آقا طلا بخرین، میاد میگه که بیت کوین بخرین؟ دلیلش یه چیزیه و خیلی ساده است. وقتی یه دارایی مارکت کپش پایین‌تر باشه، اگه به نسبت مساوی یه پولی بهش وارد بکنید، مثلا نسبت به فرض بکنید طلا یا بیت کوین، اگه مثلا همون قدری که می‌خوایم به طلا وارد کنیم به بیت کوین وارد کنیم، قیمت بیت کوین خیلی سریع‌تر میتونه رشد بکنه.
امیدوارم که خوب گفته باشم. مثلا بذارید یه مثال بزنم. مثلا الان قیمت طلا 14.5 تریلیون دلاره. اگه 10% از کسایی که طلا دارن تصمیم بگیرن که مثلا به جای 10% از پولی که حالا تو مارکت کپ طلا بیاد توی مارکت کپ بیت کوین، یعنی مثلا کشورها تصمیم بگیرن که 10% از ذخایرشون رو بیت کوین تبدیل بکنن، قیمت بیت کوین میتونه تا حدود 3 برابرم رشد بکنه. 3 برابر قیمت، یعنی میشه حدود تقریبا 1.5 تریلیون دلار، در صورتی که الان قیمت مارکت کپ بیت کوین حدود 600 میلیارد دلاره. یعنی 3 برابر مارکت کپی که الان هست خواهد داشت، بیشتر 4 برابر مثلا، بین 3.5 تا 4. بنابراین قیمت بیت کوین خیلی سریعتر میتونه رشد بکنه به نسبت قیمت طلا. یه نکته دیگه هم هست، اینه که الان میشه گفت یه جورایی دور دور آلت کوین هاست، در صورتی که مثلا همینجوری که میبینین تا حدود 1 ماه پیش و حتی یه مقدار قبلش این خط زیر 25 بود و زمان بیت کوین بود، یعنی بیت کوین نسبت به بقیه ارزهای دیجیتال قیمتش داشت رشد سریعتری میکرد. اما تو کمتر از شاید چند هفته میبینید با چه شدتی رفته بالا. الان ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین دارن رشد بیشتری رو تجربه میکنن. اما چه ارزهای دیجیتالی میتونه تو این بازار سودی سود خوبی به دستمون برسونه؟ یه مقاله مفصلی بود که حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بگم بشم و اینا، فقط خیلی سریع بهتون بگم که حالا ارزهای دیجیتالی که مخصوصا قابلیت اسمارت کانترکت دارن و دکس هم دارن، یعنی صرافی غیر متمرکز دارن، و یه شرایطی برای استیک کردن فارمینگ دارن که مردم میتونن همون ارز رو بردارن ببرن تو دکس، مثلا فارم کنن، استیک کنن. حالا این چه فایده‌ای داره؟ اونا میبرن که سود بیشتری بگیرن دیگه، اونا ارزشون رو میبرن تو این دکس‌ها و اینا استیک میکنن، و در کنارش اگه الگوریتم استیبل کوین داشته باشه، یعنی بتونن رو اون داراییشون یه وام بگیرن. مثل چی؟ مثلا میکر داو. مثل چی؟ مثل جت توی کاردانو یا توی سولانا یا هر بلاکچینی که یه استیبل کوین داشته باشه، کاربرا میان مثلا اون دارایی‌هاشون رو تو اون پلتفرم استیک میکنن یا میان روش وام میگیرن و بعد میرن دوباره از همون دارایی بیشتر میخرن و اون دوباره اون وثیقه قرار میدن و دوباره وام میگیرن و این عملیات رو تکرار میکنن، و این چیزیه که باعث میشه که تو بول ران بعدی تقاضا برای این ارزهای دیجیتال زیاد بشه، که احتمالا مثلا تقریبا بیشتر بلاکچین های بزرگ اولی جزو اینها میشن. اما راجع به ورد کوین تو ویدیو قبلی یه مقدار صحبت کردم. ورد کوین از نزدیک 15 سنت تا حدود 5 دلار هم حتی رفت بالا، ولی دوباره قیمتش کم شد. الان بحث اینه که آقا یکی از سرمایه‌کاشف عمل اومد که یکی از سرمایه‌گذاری اولیش این آقای موفرفریه، کلاهبرداره، یعنی آقای سم بنکمن‌فرید، و یکی از اشکالایی که به این پروژه وارد شد از طرف ویتالیک بوترین بود. خب این ورد کوین، حالا یه توضیح دادم ولی خیلی مختصر بخوام بگم، در واقع یه توپ قلقلیه که یه دوربین گذاشتن میاد چشم افرادو اسکن میکنه. این انبیه چشمشون نمیدونم چیه، قرنیه چیه، خلاصه که اونو، اطلاعات اونو به صورت رمزگذاری تو خودش ذخیره میکنه و به هر کسی هش گذاریش میکنه و هر کسی دیگه مثلا هر جا که باشه میتونه با گوشه موبایلش یا هر چیزی، به جای اینکه حالا مثلا ثابت کنه من ربات نیستم، اسکن چشمشو انجام میده و اگه مطابقت کرد مثلا میتونه تو صرافی لوگین کنه، میتونه هر کاری بکنه، کار بانکیشو بکنه یا چیزای دیگه. هدف این پروژه اینه. ولی خب اشکالاتی هم که بهش وارده، یکی اون سرمایه‌گذاری کلاهبرداره. ویتالیک بوترین هم چند تا اشکال بهش گفته. اول اینکه شاید برای همه در دسترس نباشه، دومی که از اونجایی که خب این توپ قلقلی معلوم نیست چه جوری، چه برنامه‌ای داره، چه سخت افزاری داره، شاید خود سازنده ازش استفاده بکنن، متن باز نیست مثل بیت کوین، مثل اتریوم. سوم اینکه اصلا شاید هک بشه، شاید سوء استفاده قرار بگیره، شاید اطلاعات کاربر رو بفروشه. خلاصه خیلی اشکال بهش وارده، برای همین شاید الان این قیمتش کم شده و به نظرم این اشکالات خیلی هم بی ربط نیست. اما اگه طرفدار ایردراپ، این ایردراپ که به ما نماسید، من هرچی تلاش کردم ایردراپ بگیرم نتونستم. ایردراپ کار من نیست، ولی خب اگه کسایی که دوست دارن دنبال ایردراپن، سایت میهن بلاکچین هفته پیش گذاشتن، این هفته هم گذاشتن 5 تا ایردراپ گفته مخصوص ماه جولای. هیچ کدومشون 100% نیستن، یعنی اینجوری نیست که بگن آقا شما این کارو بکن قطعاً این ایردراپ به تعلق میگیره. شما باید یه مجموعه کارهایی رو بکنی، امیدوار باشی که این ایردراپ به تعلق بگیره و امیدوار باشی که ایردراپ خوبی باشه. حالا قدیم که این ایردراپ خیلی خوب بود برای بعضیا، مثلا چند هزار دلار هم بوده، ولی خب خیلی از وقتی که دیگه خیلی شلوغ شده همه رفتن دنبالش، پاداشی که میدن خیلی کم شده. دوم این که
خیلی هم نمیدن، یعنی هی میگن این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، این تایم بیا لاگین کن، این کارو سواب کن، آخر سرم یا نمیدن یا نمیشه. خلاصه که به من که تا حالا نرسیده، ولی اگه دوست دارید به یه تعدادی هم رسیده و خوبم رسیده انصافا. بعضیش هم هزینه داره، یعنی باید هزینه کنید براش. به هر حال از سایت میهن بلاکچین میتونید استفاده کنید. خب اگه این ویدیو براتون جالب بود، ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب به ما انگیزه بیشتر برای ساخت ویدیو بهتر بدید. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.